بچه ها سلام، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید سین ساواکس. اومده همراه با علیرضا با آنالیز پچ جدید اومده 7:37 فکر کنم. آره، آره 7:37 خالی خالی اومده و احتمالا خیلی سریع الان ای و بی و سی و فلانش رو میدن، چون وقتی پچ میاد خیلی باگ داره، مخصوصا پچ به این بزرگی. یعنی خیلی هیرو آر من فکر کنم دستکاری نکردم، من هنوز خودم نخوندم، ولی توی اتفاقا هیرو آر هم زیاد دستکاری کردم، هیرو آر هم زدن. آره. برای خیلی آره. این اتفاق عجیب تو گیم افتاده. الان بیشترش علیرضا میدونه، علیرضا بیشترش خونده، منم حالا گذری دیدم. خیلی بزرگه، باید بازم یه سری چیزاش تست بشه. هم مثل چی میگن، اون اولش همه چیز کامل مشخص نمیشه، ولی حالا اون کلیت ماجرا رو، اون چیزایی که به نظر خودم خیلی مهمتره رو میگم، یه سریش هم باید بخونید. مثلا ما اینجا بخوایم بیام خط به خط کامل یه پچ رو تحلیل کنیم، بعد بریم مثلا دمو هیرو کنیم هم کامل بخوایم بیخوبونشو داریم، یا میبینیم 10 ساعت بعد ویدیو بگیری بذاری. آره، خیلی زیاد میشه. یه دید کلی بهتون میدیم حالا مثلا توی نیم ساعت دیگه، بقیه‌اش هم تو بازی و اینا معلوم میشه دیگه. یه سری چیزا که سورپرایز نشید تو بازی، مثلا یکی از اتفاقایی که افتاده اینه که یه سری لولا دیگه با لینکن بلاک نمیشه. مثلا میگم تو میخوای یک لاین نخوری، میری 5000 تا گل جمع میکنی، لینکن میخری، یاد میبینی اه یکی داره میخوره رو سرت، اونجاست که باید دو دستی دوباره خودت هم بزنی تو سرت. در همین این چیزا رو مثلا میفهمید، ولی حالا اچ پی ریجن فلان قسمت مپ که مثلا از 1.5 شده 1.7، حالا خیلی رو بازی تأثیری نمیذاره. اصلا خیلی نمیدونم چیزی رو به خود. آره اونجا یک مانا میده، اونجا اچ پی میده، فلان میده. حالا بریم براش، بریم از همون بالا. تو گلچین کن کدوم ها؟ اوکی، حالا آروم آروم جلوی اول که همون چیز تغییرات کلی رو داره میگه. اول داره میگه که اون افکتایی که با بلادستون بزرگ میشد و میگه روی اون دیگه نشون میده ولیو باش که تغییر میکنه. قبلا اینجوری بود که مثلا تو بلادستون میخریدی دو سنکینگ ایویشو نشون نمیداد با بلادستون چقدر تغییر میکنه. اینجوری که اینجا نوشته میتونی ببینی تغییرش چقدر میشه، از این از چقدر میشه چقدر. این از این. بعد میگه ریژن اون قسمت های مپ که 7 تا اچ پی ریژن میداد شده 5 تا، اون قسمتی که 1.5 تا مانا ریژن میداد شده 1.2. بعد داره میگه که روشان از دد دومش بنر دراپ میکنه، از دد سومش رفرشر رو چیز دراپ میکنه، یعنی رفرشر رو توی روز دراپ میکنه، آقانیما توی شب. فهمیدی؟ آره. بعد چیز نمیده، یعنی رو دوش؟ دیدم داره دیگه. چرا؟ آه. دوش نه دیگه، نوشته از دد دومش همیشه بنر دراپ میکنه، از دد سوم رفرشر رو چیز و آقانیم دراپ میکنه. فکر کنم یه دونه افتاده جلو دیگه، قبلا 3 و 4 بود، نمیده مثلا 2 و 3 یه همچین حالتی. بعد یه قسمتی داره نوشته که مثلا بوتس آف تراول 2، توین گیت، این دسر لیول ها که جا به جا میکنن، مثلا کیپر آف دل ریکال، کیپر آف دل لایت و لوندروید، اونی که اسپریتش ریترن میکنه، نیچر پرافت تلپورتیشنش، آقانیم تی ای، تینکن کینگ کانوینسش، آندرلورد فیند گیت اولتیش با ویزیج که سامن فامیلیر میکنه، اینا کلاسیفیکیشن میشن به عنوان تلپورت. خب یعنی این حرکت یک جور تلپورت به حساب میاد. حالا مثلا نمیدونم منظورش اینه که با فیه رو مثلا استان کنسل میشن، قبلا نمیشدن، نمیدونم. اینجوری نیست که مثلا یه تلپورت ازت کم کنه، من تست کردم، ولی نوشته که رفتن تو دستبندی تلپورت ها. حالا این چه تأثیری دقیقا داره روی مثلا نوعش من کامل متوجه نشد. نکته مهم، بسیار مهم بعدی این بود که این اینیت ها و فست ها که اومده بود، یه سری ابیلیتی های ذاتی هیروها رو گذاشته بودن روی اینیتشون که همون اینیت هم میشه ذاتی. مثلا فانتوم اساسین قدیم با لول 3 اش ایویژن میگرفت، از اول بازی ایویژن نداشت، بعد این اومد رو اینیتش با 15% شروع میشد، هر لول 1.5% میرفت روش. و این در قدیم در گذشته که فست نبود میومد یارو بالا، بجز اینکه مثلا با MKB بی تو رو کانتر میکرد، یه سیلورج میخرید میومد بریکت میکرد، وقتی بریک میشدی جزء لول 3 پسیو لول 3 بود اون دیگه، اون ایویژنه میزد پارت میکرد. بعد که اینجوری شد، حالا یه جورای باف شد فانتوم اساسین، میگفتن دیگه پسیوش بریک نمیشه، با سیلورج دیگه نمیتونی کار کنی. جلوی فانتوم تنها راهی که داشتی این بود که بعد MKB میخریدی. الان اومدن یه عالمه از این اینیت ها و به علاوه یه سری فست ها که پسیو بودن، خب مثل آرمور پاور کلاک ورک که میگفتش که هر چقدر که آرمور بگیره دمیج میگیره، مثلا یکی از اینیت های
بازی بود دیگه، تو برای کلاک آرمور میخریدی دمیجش میرفت بالا، یا مثلا کلی همه یه هیروها دارن خیلی در درس زیاد سیارو همچین پسیوایی به دست آورده بودن، میگه همه اینا میتونه با بریک دیزیبل بشه به صورت کامل، هم اینیت چه اینیت باشه چه فست بریک میشه. حالا یه لیست اینجا گذاشته دیگه، حالا مثلا دونه دونه باید برید بخونید دیگه، حالا ما همه رو نگیم، ولی یه لیست خیلی ساده است از لولایی که روی هیروها بود. مثلا همون شد و شمنی که فکر کنم تبدیل به مرغ میشد و الان شما میتونی یه سیلور بزنی رو سرش دیگه تبدیل به مرغ نشه، یعنی دهن سرویس نکنه هر موقع تو بخوای شمنو بکشی چهار تا مرغ میدونی برابر هیچ جوری نمیمیره. مثلا تو با السی تحت هیچ شرایطی نمیتونستی دوئلش کنی شمنو، یه جور کانتر شده بود چون هیت آخرو که میدادین چهار تا میشد نمیمرد، دوئل دمیج نمیگرفتی، یا بعد لحظه آخر اون یک تو میزدی، اما الان سیلورج میکنی میری زیر پاش با هیچ سیلورج اگه زود تمامش کنی دیگه مرغ نمیشه. مثلا یه تغییر مهم توی این لیست، لیست خودتون نگاه کنید، میتونید اگه هیروهایی که بازی میکنید توش باشه استفاده کنید از بگیرید تغییرش چجوریه. یه سری آره دیگه این کامل همونه. بعد مثلا اومده یه سری بعد از اسم هیرو و اسم لول ها یه سری تغییرهای دیگر هم گفته، مثلا نوشته که جاگرنات بلت فرمش اگه بریک بشه دیگه مثلا کریت نمیزنه، یا مثلا اون حالتی داشت که هیت نمیخورد هی چیز میگرفت اگیلیتی میگرفت موونت اسپیل میگرفت، مثلا اونا میگه داره امکان بریک شدن داره همچی چیزی. یکی دیگه یکی از تغییرات مهمه دیگه داره میگه که ability blocking and reflection. این مثلا میتونه یه سری لیول ها شاید اینجوری باشه، میتونه بیشتر تأثیرش روی لینکن و لوتوس باشه. لوتوس خب اینجوریه که شما قبلا لینکن یا لوتوس میخریدی ارس اسپایک لاین و بارو استرایک سند کینگ نمیخورد بهت، یعنی زیرت ایمپیل میزد ولی دوپ صدا میداد و اصلا استان نمیشد دیگه. خیلی الان اینجوریه که اینا بهت میخوره خب روی لینکن، غیر قابل برگشته. مثلا لاین دقیقا هم مثالش همینه. بعد بیست مستر کال آف ده هالش و اومنی همه راف پیوریتیش تاسک والدرس پانچش و اوگر مجای اگر که لیول 25 شو بگیری رو هیت که تو میدادی، رو هیت چانس داشت که استان بزنه رو لیول 25 تالنت، میگه اینا دیگه بر نمیگرده. میگه ابیلیتی هایی که روی اتک تو کار میکنن قابل برگشت به تو نیستن. متوجه شدی؟ آره چرا دارم میمیرم؟ الان تاسک هم 25 که میشد چانس داشت روی هیت های عادی 6 بزنه، اونا دیگه قابل برگشت نیست. بعد میگه قابلیتی هایی که یونیت تارگت شدن، فکر کنم اینم منظورش اینه که نمیدونم قبلا چه جوری کار میکرد، برای مثال میگم لیول 1 ویچ داکتر باونس میشد بین انمی، فکر کنم تو روی اولین نفر میزدی اگه اون نفر اول لینکن داشت کامل دیگه کست نمیشد ادامه یه لول تو. الان میگه اگه تو میشد آره. الان اون تغییر کرده، حالا نمیدونم الان اونجوری شده که دیگه در ادامه کست نمیشه، یا الان اونجوری شده که به اولی نمیخوره به بعدی ها دوباره کست میشه. میخوای یه دقیقه اینو بریم تو دمو هیرو تست کنیم؟ من دارم تست میگیرم. یا اون یا مثلا یه کامشات هودوینک هم تو همون دسته قرارم. خب اولیه لینکن خورد به بقیه خورد، بعد دوباره به اون اولیه خورد آره. برگشت سمتش آره. خب مثل این که قبلا نمیشده دیگه که آره اینو اومدن اضافه کردن، قبلا احتمالا مثلا تموم میشده دیگه. اینجا هم همونه، همین در مورد همین رفلکت ها و ایناست که میتونید به صورت کامل بخونید هیروهایی که تو دسته شما قرار داره رو بالاش اومده گفته. الان دونه دونه اینا رو توضیح داده، یه خط داده نوشته این ابیلیتی ها برگشت میخوره، این ابیلیتی ها برگشت نمیخوره، مثلا 3 تا 4 تا هیرو آورده گفته اینا مثلا فلان میشه. اینا رو خیلی ساده و مختصر گفتم دیگه، دونه دونه نگیم بریم جلو. مثلا فید بولت روبیک هم جزو همون دست است. بعد میریم سراغ آیتم چنجا. روشان بنر میگه افکت ریدیوسش از 600 شده 650، تغییری نکرده، یعنی هنوز هم شما روشان بنر رو هر جا بذاری کیلگیپا دوروبرش 45 میشن، ولی قوی تر شده دیگه، ریدیوس 45ش از 600 شده 650. بریسر دیگه دمیجی نمیده، زیر مینه 25 سه تا و بعد از مینه 25 که دو برابر میشد میشد 6 تا دیگه دمیج نمیده، به جاش 50 تا زیر مینه 25 هلس میده و 100 تا بعد از مینه 25 هلس میده. رو آفلاین من دیدم الان یه گیم رفتم ببینم سنتاور 3 تا یا 4 تا زده بود.
به ریسر زده بود. آره خیلی عجیب بود. 400 تا هلس میگیره دیگه. برادستون اسپل لایف استیلش کمتر شده، اما اون تایم اکتیوش که 2.5x بود شده 4x. یعنی اون در کل اسپل لایف استیل رو آوردن پایین، ولی تو اون تایمش که مثل سیتنیک اکتیوش میکنی یهو پر میشی، از روی به جای 2.5 برابر 4 برابر هیلت میکنه. و تایمش خیلی خیلی باحاله، ولی تایمش هم آره دیگه به جای 6 شده 5. بلاتون فکر کنم اون چی میگه سولرنت بونوس دمیج سایلنس تارگت فرام نان هیرو اتاک دیکریز فرام 5 to 25. آهان این بلاتون رو همه هیروهایی که 4 تا کریپ بغلشون بود میخریدن سر اینکه این سولرنته دیگه، مثلا برود مادر یا انیگما اینا دیدی روش بلادستون میخریدن تا 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 اینجوری صدا میداد پارس میکردن با یونیتشون، چون یه سولرنت دمیجی داشت که به اون یونیت های تو هم دمیج اضافه میکرد. اون 50 بوده اومده شده 25 که خیلی به نظرم نرف خوبیه دیگه. واقعا یه هیرویی که کنترل یونیت بود بلاتورن میخرید شورت همه رو در میابرد، الان این نصف شده، حالا یه مقدار مثلا راحت تر میشه باش دیل کرد. کریمزون گان جزو آیتم های باگ پچ قبل بود، یه مقدار نرف شده ولی نه به اون صورت، هنوز هم اگه مچش باشه میتونید بخرید. دگون به طور کلی باف شده، اسپل لایف استیلش 15% بود در همه حال، الان 15 16 17 18 19 یعنی رو لول آخر دگون شما اسپل لایف استیلت به 19% میرسه. همینطوری آلرزی رو نصف هیروها دگون میخریدن مثل کوین آف پین به عنوان آیتم اول یا نیکس و اینا، الان که دیگه حتی بهتر هم هست. اترنال چروز که رو هرمه میخریدن، رو هر آفلینری پیک میشد یه اترنال میخرید دیگه دمیج نمیخورد، به نظرم نرف کافی نگرفته. در کل که مجیک رسیستش همون 20%، فقط اون استکی که به دست میابرد به جای 4% شده 3.5%. پروژکتال اسپید اترنال بلید که میزنی رو انمی سریع تر شده، یعنی اون مسیری که طی میکنه تا بخوره به جای 1275 1400 تا با سرعت میره. گاردین کولانش بیشتر شده، در واقع نرف شده. هارت اچ پیش کم، اچ پی ریجنش کمتر شده، نرف شده. هیون باف شده، دیگه بهت بگم لوتوس یه کوچولو نرف شده، منتا یه کمی نرف شده و آیتم های دیگه هم که اینجا میگم. شادو امیلیت هم در واقع نرف شده، من فکر کنم این بافه. شادو امیلیت الان شما میتونی بندازی رو خودت یا روی یارت، 3 ثانیه اگه حرکت هم بکنی اینویز هستی، ولی نکتهش اینه که شما قبلا کولدان نداشت، اگه رو خودت کس میکردی 1000 بار رو خودت کس، هی یه قدم راه میرفتی اینو میزدی، هی یه قدم راه میرفتی اینو میزدی، ولی الان تحت هر شرایطی بزنیش میره تو کولدان، خیلی باید سب کنی زیاده. دوباره 18 ثانیه 18 ثانیه خیلی خودی. توی قسمت های خرید اسپریت فسل تغییر ایجاد شده یه خورده با هم طبیعتا ارد. میرسیم به آیتم های جانگل، این آیرون وود تیریه، آره این فیری تیرین کتی که از آیتم های محبوب کلن هست شد، من خودم خیلی دوستش داشتم. آره بجاش این آیرون وود تیریه اومده و یه آیرون تلان اومده، اینا اتک سپید و آرمور و اینجور چیزا میدن. فیلاسیفر استون خیلی جالب شده، وقتی که میگیریش 750 تا گولد بهت میده به مدت زمان، این آروم آروم گولد پرمیننت تو زیاد میکرد دیگه، این آروم آروم میره، یه شارژ 750 تایی داره، وقتی این 750 تا رو بهت میده آیتم نابود میشه، در آخرش هم یه 375 تا بهت میده، در کل بهت 1125 تا گولد میده وقتی تا آخر نگهش داری تموم شه، که خوبه واسه ساپورت 1100 تا گولد واقعا عدد کمی نیست. ومبرس یکی از آیتم های محبوب بود، به علاوه این اوگرسیل توتم ومبرس تیر 2 بود شده تیر 3، واقعا هم قوی بود و یه مقدار هم باف شده، اون نشده تیر 3، الان به جای مثلا 8 تا 10 تا این اتریبیوت میده، اودر اتریبیوتش به جای 2 تا 4 تا میده، ولی یه تیر رفته بالاتر. اوگرسیل توتم هم که یه فورس مجانی بود واسه کورا، اونم به جای اینکه تیر 3 باشه شده تیر 4. این آیتمه که مجیک رسیست خوبی میداد ولی اکثرا برش نمیداشتن، مثل بلید میل بود واسه مجیک که همه مجیک ها رو به سمت شما ریدایرکت میکرد، اونم کلا هست شده. یه سری آره یه سری تغییر آیتم های بگم سر کن، این آیرون تالانه وقتی میکاری زمین اگر روش تانگو بزنید 2 برابر میزنه، نکنه تانگو 16 ثانیه است. این اون موقع که بوده من تو بازی نبودم راستش، آره. نمیدونم چی الان بزنی انگار آیرون برنج کاشتی زمین، یعنی تو انگار یه آیرون برنج داری همیشه. بعد نایس. آیرون تالون کلانش 15 ثانیه است کلا، آره. بعد آیرون تالون تایر 1 گیر میده دیگه، این 7 سکت کامنت میزنه چه کامنت 5 تا اتریبیوت میده بهت
اینم خیلی واسه تایر میده، خوبه. ولی اون قسمت تانگوش میگم دیگه، مینه هفت که تو اینو دراری دیگه کی چیز نه تانگو میزنه که هفت میزنه، من میزنم با هیروهای مثل اودیک چیزایی که نمیتونی باش باتل بیاری، نمیتونی پر کنی به جای که سلف بخری دیگه چیز میکنی. با این تانگو میکنی آیرون تالون دو تایر یک بود، الان شده تایر دو، نمیدونم میارزه یا نه، چون یکو میگرفتی میزدی رو یونیت گونده ها 80% ایش میشه راحت لسیت میزدی، ولی الان این خورده یه جوریه که چیزه، ولی خب پسیبش چیز جالبیه، یعنی یه 20 ساعت آیرون تیر یک یا آها آیرون تلون آها آیرون تلون دو اوکی آره، ولی خوبه اتک اسپید و آرمور و اینا چیزای خوبیه. رنشنت هم میگیره به نظرت؟ من نمیتونم دموی رو اینجا تست کنم، میتونم تو حالا بار من تست میگیرم target non player enemy unit to 80% of its current HP cast on a tier instead of destroy it. نه رو ancient چیزی نداشته، اگه میشد احتمالا یه توضیحی میداد در موردش، بذار ببینم. دگر آیرون تالو خواهر این یونیت نیست که اینجا، تو ادامهشو بگو ببینید بیاد من میزنم. ناچرا کریپا در کل تغییر کردن، یه مقدار این هلبیه را بیشتر گولد فکر کنم میدن، ولی در کل چیز خاصی نیست که رو بازی من و تو بخواد تأثیری بذاره این تغییرات انشنت کریپا، چند پلیر باشی نمیدونم اینا زیاد با این تغییر را تو حالت کلیشون تغییر ایجاد میشه. آبادون نوشته که فونت آف اورنوس ابیلیتی ریمووود، یه اینیت جدید بهش دادن که لول اپ نمیشه، میگه که هر دمیجی که به انمی بدی یه میست دیباف میندازه برای 5 ثانیه روشون، هلس جنشون رو کم میکنه، لایف استیل و همه چیزشون هم 35% کم میکنه، که فکر کنم مثلا میشه کانتر هیروهایی که هیل میکنن خودشون رو اگه اچ پیش زیر 40 بشه. آره بارو تایم هم 6 شم کولدانش از 80-70-60 شده 90-80-70 که یه مقدار نرف شده. بعد اینا رو دونه دونه کامل بگیم، این هر هیرویی که تغییر کرده رو، اونا که زیاده دیگه، حالا اونایی که بیشتر پیک میشه تو ویدیوهای من نسبتاً فعلا مثلا الان ام یا اونایی که فکر میکنه تغییرش خوب بوده، آنتی میج هم یکم هلث ریجنش بیشتر شده و اینیت که این یه اینیت جدید بهش دادن دیگه، اون مانا برنی که رو لول یکش بود به صورت اینیت از اول روش نیست، یه اینیت دیگه ای داره که هر چقدر مانا مثلا مانا اینمی کم میشه اسلو میشه و بیشتر دمیج میدی بهشون این داستانا، بعد دوباره همون مانا بریکش و اینا رو همون لولاشه. خیلی آرک وارد اینا ببین بافا و نرفای کوچولو گرفتن، خیلی تغییری نکردن، مثلا بیست مستر همون این همون فاستا رو داره، حالا مثلا اومده یه مقدار عددش رو تغییر داده ولی اینیتش عوض شده که پسیو و لول اپ نمیشه. میگه ایلو هیرو دمیج بلاک شانس 50% نان هیرو یونیت، میگه 20 مستر میلی هیرو دمیج بلاک چانس، یه چانسی داشته که دمیج بلاک کنه از میلی هیرو، واسه اینو نمیدونستم، از 50% رفته تو 100% در مقابل کریپایی که هیرو نیستن، در واقع در مقابل کریپا 100% دمیج بلاک داره، یه همچین چیزی که لول اپ هم نمیشه. یه بخون خودت اینو، من نمیدونم اصلا کلا 20 مسه بازی نکردم واسه همین نمیدونم چی داره، ولی احتمالا همون که تو میگیه یه چه 20 مستر میلی هیرو دمیج بلاک چانس از اینکریسد فرام 50-100% ورسوس نان هیرو یونیت، یعنی 100% از کریپای میلی دیگه دمیج نمیخوره کلا 20 مستر. این از لیول 0 میره جانگل مثلا، اتفاقا یه جا خوندم نوشته بود گفت جانگلر باف شده، مثلا یه هیرو بکشی برید هیروهای جانگلر بافن، یه همچی حالتی براتیکر دوباره به صورتهایی باف شده، حالا ریز ریز هر پچ دارم بافش میکنم ولی فعلا خبری ازش نیست. بونتی هانتر یه مقدار باف شده، در واقع اینتلیجنسش دوتا کم کردن، ولی اون اکسترا گولدی که میگرفت از 10% شده 20% به خاطر استریکی، به خاطر اینیتش هر کی استریک داشت بیشتر گولد میگیره، بعد میفته دنبال کسایی که استریک دارن تو بازی، این 10% شده 20%، در واقع دو برابر شده. برو مستر تغییر عددی میخوره، دمیج نمیخوره کلا از میلی کریپا، درسته از رنج داره میخوره. میلی جان منو میزنی؟ احساس کردم نمیخورد.
حالا تو ادامهشو بگو. رسیدیم به بریسل بک، اون فاست سی اینگرد قرمز این در واقع اون اینجوری شده که تغییر کرده، نیو فاست شده. اونی که فکر کنم بزنم اون که از پشتش گو او جیو پرت میکرد اینجوری شده، یا اون یکی فاستش تغییر کرده. آه یه فاست جدید بهش کلن اضافه شده، میگه که لول 6ش الان قابل اکتیف شدنه. وقتی که اکتیف بشه لول 6ش بریسل بک ویژنش کم میشه ولی اتک اسپید و اتک دمیج میگیره بر اساس هر استکی که گرفته روی دوش. فکر کنم این هم باف به سور به حساب میاد دیگه، یعنی هم یه فسد جدید داره، سه تا فسد داره بریسل بک. فکر کنم اتکر بریسل بک هم الان میتونی بازی کنی، یه همچین حالتی شده. برود مادر که خیلی رو مخ بود، میومد وب میذاش لاین های دیگه ول میکرد میرفت میری تو ریجن همه، الان اون خاصیت رو ازش گرفتن. اون خاصیتش الان اینجوریه که خودش باید تو اون وب باشه. آره. تا تأثیر اون وب روی انمی ها بیاد، یعنی اون ریجن ریجاکشن به شرطی رو تو نمال میشه که برود مادر توی همون وب حضور داشته باشه، که به نظرم تأثیر خوبیه. کیاس نایت که میکشتن بعد خودشو میرفتن آف. آره. اصلا همه یه لاین ها میرفت یه دونه میکاشت میرفت لاین خودش، یارو دیگه بدبخت بودن بقیه. کیاس نایت یه دونه فست داشت، اونی که استرنگ ایلوژن داشت که فانتاسما گلوریا که همه اونو میگرفتن، یه دونه داشت یه تاس بود ایرشنالیتی اسمش اینجوری بود که 3 تا 33 درصد چانس داشت. یکیش این بود که انمی رو بریک میکرد، یکیش این بود انمی رو دیزارم میکرد، یکیش این بود که اصلا اتفاقی نمیافتاد. یعنی تو بین 3 تا 33 درصد چانس داشتی که انمی رو میکشی ریفت میکنی، یکی از این اتفاقا بیفته که یه چانسش میشه که اصلا اتفاقی واسه انمی نمیافتاد و اصلا سگم اینو پیک نمیکرد. الان به اون چانس خالیه که هیچ اتفاقی نمیافتاد، در واقع جای اون خالیه رو با سایلنس عوض کردن. یعنی تو هر دفعه انمی رو میکشی یا سایلنس میشه یا بریک میشه یا دیزار میشه. حالا شاید سگ اینو پیک کنه که بازم من فکر میکنم استرانگ ایلوژن رو طرف ول کنه، یعنی ایلوژن منتاش هم استرانگ باشه بیاد همچین چیزی رو پیک کنه. تو فکر میکنی پیک چه؟ احتمالش هستش یه سری گیم ها چون اورکید باش میارم، با این کار اورکید شاید نیارم چون به اورکیدت کنه تمومی، ولی از اون بر آره چند سری، ولی اون وریه رو بیشتر هستم. بعد اورکید می آوردن مانا ریجن به دست می آورد، هی تونتون یک اسم هم می داد با شار، مشکل مانا خیلی داره. آره سایلنسش فقط نبود. بعد این فکر کن اون داستان سول ریپه که روی اورکید بعدم می شد، چی بود اسم آیتمه، اورکید دو می شد در واقع بزرق. اون دمیج اضافه رو به همه آره بلاتور به همه ایلوژنات هم اون دمیج اضافه رو سول ریپه رو می داد که حالا نرف شده شده 25 که اولش رو جبش صحبت کردیم، اونم یعنی بافش میکرد. بعد دیگه پوشش نگیرون هش آها کلاکورک، این که فستش بود که باهات توپ بازی میکرد شوتت میکردیم برای اون بر. آره اون یه مقدار نرف شده، یعنی میگه که پوش دیوریشنش از 8 دهم ثانیه شده 6 دهم ثانیه، یعنی دیگه خیلی فکر کنم نمیتونی به جای دوری اونو هول بدی، فکر کنم اینجوریه. بعد این نرف هم شده، این که مثلا آرمور میخریدی براش دمیج میگرفت به جای 0.3% آرمور دمیج شده 25% چیز سال میدن باف شده، این آلردی قوی بود بازم قوی تر شده. اون فستش که کولد کمفورت بود به جای اینکه 50% ماناریجن امپ داشته باشه 75% ماناریجن امپ داره کریستال میدن. دارکسیر اینتش اینجوری بود که تو اینتلیجنست نمیتونست از استرنگثت کمتر باشه، به خاطر این اول بازی براش 4 تا گانتلت آف استرنج میخریدن که اینتلیجنسش هم مثل خر بره بالا. الان اینجوری شده که اینتلیجنست نمیتونه از میانگین استرنگث و اگیلیتیت پایین تر باشه، یعنی فقط استرنگث دیگه مطرح نیست این وسط. دزل یه فست داشت که اگه اوورهیل میکردی حالا تو بهشون شیلد میداد، حالا چه با آیتمات چه با لولات. الان اون تایم شیلده از 10 ثانیه شده 12 ثانیه که اینم زیاد بر نمی داشتن، یکم بافش کردن. اون پویزن بلومه که دوبار میترکید یکت
اسپریت دمجش از 25 قوی تر شده، شده 30 60 100 میشد در نهایت، حالا شده 120، یعنی در کل از 15 20 باف شده. آره دسپرافت عددی تغییر کرده، دیسرابتر همین این فاسست کینتیک فنسشو که هیچکی بر نمیداشت، همه همون دایره رو بر نمیداشتن، یه مقدار بافش کردن، کسرنجش بیشتر شده، شاید مثلا یه مقدار برش دارن. دوم جالب شده، دوم یه فاسست داشت که این پندینگ دوم بود، او نیو فاسسته اصلا این چیزم دیگه، دسپرافت هم نیو فاسسته، دسام نیو فاسست داره. آره دسام خب بذار دسپرافت ببینیم. پسیوه آها، اون سول کارکتره رو هنوز داره دسپرافت. یه دونه دیگه فاسست داشت که هر کی رو سایلنس میکردی اسلوش میکرد، برای ساپورت برمیداشتن اونو برداشتن، یا مثلا یه دونه بهش اضافه کردن شده سه تا فاسست. بذار برام اینا. آها اونم داره، اونی که سایلنس میکنی انمی رو با دوت اسلوم کنی، یه فاسست هم بهش اضافه کردن. کامینت دمیج چکینگ دمیج ایون این ترن واز اوور شورت. این تانکی تر شده در واقع، هر دمیجی که میخوره دیلی میخوره تا روش بشینه، یعنی 50% دمیج با دیلی بهش میخوره. خب بکنم خیلی تانکی تر میشه، یا مثلا الان یعنی میشه مثلا اون تایمی که میخوای اون دمیج رو بخوری ایول کنی خودتو نخوری، مثلا همچی حالتی هم بهش اضافه میشه، چون آیتمش هم ایوله دیگه، لیول اپش هم با اولتیشه. باید ببینیم اینا رو چه داستانی از توش در میارن، ولی با دیلی مثل فکر کنم باف کشتی کونکا شده یه همچی چیزی فستش که دمیج رو با دیلی میخوری. دوم فاست جدید داره، یه فاست داشت که شارژ یک تا دو تایی میکرد، یه فاست داشت آیتم رو با 90% قیمت میفروختی، یه فاست جدید داره که هر 7 دقیقه 6 دقیقه و 66 ثانیه 66 صدم یک ثانیه اضافه میشه به تایم دومت که تو دوربا دوبل حساب میشه، یعنی توی یک گیم 60 دقیقه ای شما 6 ثانیه بیشتر دوم میکنی انمی رو از اون چیزی که حالت عادی هست. یعنی اگه تو لول کدومی که گفتم رو درو میگم رو دسپرافت کار کرد، زدم مثلا 500 تا دمیج خودش مینویسه، مثل لول های پسیو میاره بالا میگه 500 تا دمیج داره بهت میخوره، خودت باید بگی چیکار میکنی. یول کردم خودم 500 تا دمیج رفت. نایس حال کردی 5 هدم ها در جا متا رو در آوردم، چون آیتمش ایول دیگه، ایول میخری میری وسط فایت نصف دمیجا رو میخوری، اون تایمش که میخواد اون رو بخوری خودت رو ایول میکنی نمیخوری، خیلی قوی میشه آجی. این بعدش دوباره نرف میشه، استفاده کنید. الان بهتون میگم این دومه نرف میشه، اون همین دسپرافت ها دوباره نرف میشه. اینو مثلا نخونده بودم دیشب فکر کردم حالا قبریشه. این کوروسیو درگن دیکی که همش دارن نرفش میکنن بازم نرفش کردن، ولی هیچ کس دوباره اون یکی ها رو پیک نمیکنه، همه همین کوروسیو رو پیک میکنن، خیلی هم قوی. الان آرمور ریداکشنش از لول 1 اصلا وجود نداره، قبلا 1 2 3 4 بود، الان 0 1 2 3 تا لول 4. درو رنجر رو در کل دوباره بافش کردن، اتفاق عددی افتاده. ارس اسپریت که ریده بودن توش، ارس اسپریت پلیر را گریه میکردن میگفتن چرا این رو ریده توش، یه نیو فاست گرفته که مربوط به رولینگ بالدرشه دیگه، من زیاد توضیح نمیدم خودم اسپریت پلیر نیستم، اینجا فکر نمیکنم خیلی داشته باشیم. ارس شیکر اون فاستی که داشت اسلاگر، همونی که میکشت یکی از کریپا رو شوت میکرد، چی میگه؟ knock back effect is now applies on an enemy kill made by an earthshaker ability not just enchanted tome. آها میگه که این پرت شدنه الان روی هر انمی که با ابیلیتی های earthshaker مرده باشه اعمال میشه، نه فقط با توتم. یعنی الان تو با یکت کریپ بکشی کریپ ها همه پرت میشن تو در دیوار با این فساد؟ یه تست کن. آره به کدوم سمت پر میشن کریپا؟ ببین پخش شدن، بذار یه بار دیگه ببینم، به سمت مستقیم پشتشون. آره من نمیدونم چه حساب، بذار هیرو رو هم یه تست بگیرم. خیلی عجیب بود، چقدر هم دمیج میخوره اون بنده خدایی که این وره میخوره. بیانیم برتر میتونی اینه ایتش چیه؟ اینه ایتش هم عوض کردن اسپریت ارس شیکر رو. خب یه اینه ایت پسیف بهش دادن، هر جایی که ارس شیکر میمیره توی توی ریدیوس 75 تاش یه فیشر یه لول 1ش به وجود میاد،
این فیچر انمی رو بلاک میکنه، موومنتش رو همه رو بلاک میکنه، ویژن میده و بعد از مردنش ارث شیکر اون دور هر اتفاقی بیفته ایکس پیشو ارث شیکر میگیره. تایمش چقدره؟ تا وقتی زنده شست بکنم، چون من تو دمایی رو زدم همه رو از رفت. فکر میپری با ارث شیکر ساپورت میپری، یه اکو میزنی، رفرش میکنی، یه اکو میزنی، میمیری، بعدش هر کی زنده مونده یارات بکشن ایکس پیشو میگیری. خیلی هم خوشگل افکتش. چه مجسمه خود ارسچکر میاد. الدر تایتان اینا هم که خیلی تفاوتی نکردن. امبر اسپیریت اون فستش که دوتا میزد خامیاتم گرفتی اینا فستش که دوتا میزد به جای دومیه به جای 40% 50% میزنه. اینه جدید داره، اینو بخون من یه نفسی بکشم. اینه جدیدش چیه؟ اینه جدیدش پسیبه. گفته که نه با الفت من چه میدونم هر سپید چیز بازی نکرم، مثلا نمیدونم نسبت به چیه. الان داره به چیه میدونم؟ این بیاسوری دیل ده دمیج پر سکن اینه ایران تیم ات آل تایم کم بیا بیل بیل آقا نیم شده که زمیج باید داره. این اسپریت اینجوری بود که لیول دو، لیول دوش بود اون چیز آتیشه که دورش میگه دیگه فلیم گارد سهشه اوکی. اون اینیتش بود خب و از اول روش بود با یه درصد کمتر که با فلیم گارد آپگرید کردن فلیم گارد اونم قوی میشد. خب الان میگه این دیگه اون نیست، این دوروبریاشو میسوزونه. یه رادیانس کوچولو داشت، الان هنوزم اون رادیانس رو داره ولی دیگه فلیم گارد نیست، یه چیز دیگه است کلا. خب که احتمالاً بریک هم میشه اگه مثلا سیلورج بهش بزنی و با شاردت قوی تر میشه، نه با لول اپ فلیم گاردت. با شاردت هم دمیجش بیشتر میشه هم ایویش بیشتر میشه. اوکی خب اینکه 4 تا داره با شاردت لول اپ میشه، با فایر رمننتت چیز میشه در واقع. آن اولتی چی 4 تا داره با اولتیت لول اپ میشه. آره بعد با شاردت هم قوی تر میشه، یعنی هم ایویش بیشتر میشه هم دمیجش 10 تا بیشتر میشه. یعنی تو با شارت هم میتونی یه لول دیگه قویش کنی. انچانترس نیو اینیت داره، لول اپ هم نمیشه. میگه نوترال کمپ ها بیشتر به نمیاد دمیج میدن تو کل مپ. عالی زیبا. تو انمی جانگلر داره انچانترس پیک کنی یا روی کم بیشتر اذیت میشه. اینیگما که هیچی. فیس اسفوید رینیم شده این فستش، به جای تمپرال ایمیونیتی ایمپیونیتی دوباره اسمش شده کروناسفیر و یه حالتی داشت این تایم بال که میزد تا 3-4 ثانیه دمیج نمیخورد، یعنی اون 3-4 ثانیه بک استاپ میشد، بک چی میگن، بک ترک میشد. الان اون رو دیگه نداره، تو مثل قدیمش شده، تو تایم واک کنی دمیجت بزنن میخوری. یه ذره عددی تغییر کرده گریم استروک، جایرو هم عددی تغییر کرده، هودوین کم یه مقدار این اسکاریش تغییر کرده. چی؟ گریمه لول یکش که بونس دمیج میده پر تارگت خیلیه. آخه این رفته روی اون فستش که هیچی بر نمیداشت، هر روزان بر نمیدارن، نگران نباش. معمولا فستش کسی بر نمیدارن. این گریم استروک که کره، گریم استروک که میده خب هره. که مثلا تک و توک پیک میکنن. بدیش اینه که تو دیگه سه تا نمیتونی خودت بترکونی. خب کی میاد این سه ترکوندن رو جابجا کنه با اینکه مثلا بیا 15 تا لول 4 بیشتر دمیج بده هر کریپ. جلو چیزایی که یونیتش زیاده یا نمیدونم خود هیروش زیاده چه دارم لنسریه ناگایی هر چی. آره جلو اونا جوابه. آره اگه میگم بازم میدشه بازی کنی ساپورتش. آره. بعد همون قبلیه رو بری. گفتم هودوینک و جایرو اینا هم عددی بود. هوسکار یه فصل جدید داره که مثل اینکه این برنینگ اسپیرش بیشتر دمیج میده ولی دیوریشنش از 9 ثانیه کم، یعنی توی تایم کمتر بیشتر دمیج میده. اینجوریه مثلا جلو دیسپل اینا این بهتره که تا مثلا یارو دیسپل کنه. برنینگ دمیجش 1% از مکس اچ پی یارو کم میکنه ثانیه ای. آره یه کاست 4% مکس هست، 4% کارنت هست. مثال هم زده برای
آها این داره میگفتش که کاستش قبلا اینجوری بود که 4% از کل اچ پی تو کم، یعنی از حجم اچ پی تو کم میکرد، اما الان 4% از اچ پی که الان داری رو کم میکنه. اوه کست کردنش، یعنی آره قوی تر شد، در کل باف شده. این یه بافی به هوسکار، چون هوسکار اذیت شده بود دیگه، سایلنس بهش داده بودن به جای تو یکش، به جای اینکه دیزارم داده باشن، بنده خدا اصلا اذیت بود. جکی رو یه تالنت عوض شده، جایرنا تالنتاش تغییر کرده، کونکای اینیت جدید داره که طبق یه شرایطی که طولانیه این اتوماتیک یه هیت کلیفدار رو انمی میده. چیه؟ لیژن یه اینیت داره که انمیه که ازش لولشون بیشتره فکر کنم بیشتر اذیت میشن وایسا. اتاک هی نمی رود دات هاز ا هایر لول دن لیژن کامندر اینکریز هر اچ پی ریجنریشن لایف استیل در این کامینگ دیل 50 درصد پر چرسن. آره لیژن باید بره هیروهایی رو پیدا کنه که لولاشون بیشتر از خودشه، مثلا بازی مید لینر رو دوئل کنه، اشغالش به راه میشه، همه چیش باف میشه. خلاصه بگم لایف استیل میگیره همین. آره ریجنریش رو کم عددی تغییر کرده. چی شده لایف استیلر؟ اسمش عوض فرصتش عوض شده، شده ریج نو لانگر گین اچ پی هند کیلینگ کریپ اور هیرو. میگه فرصتش گیرتش، نه 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 فیست تو اینیتش میگیره، مثل اینیتش چیه؟ خب آره اینیتش دیگه، اینیتش شده این که این هر کریپی که میکشه یه دونه اچ پی میگیره، هر هیروی بکشه 15 تا اچ پی میگیره و دیگه اون حالت قبل رو نداره. قبلا اینجوری بود لایف استیلر کریپ رو با 70% اچ پی دینای میکرد، اینیتش این بود که خیلی تو کنترل لاینش تاثیر میذاشت دیگه، یعنی کریپ دوتا هیت میخورد این شروع میکرد دینای کردن و این باف بود بسش دیگه، چون هیت به یونیت خودی هم لایف استیل میگرفت. تو لاین شروع میکرد هی هیت میداد به کریپ های خودش که دینایبل نبود، برای این دینایبل بود، هی جون خوش پر میکرد. الان اونو ازش گرفتن دیگه، اونجوری نیست که بتونه کریپ های که جونشون مثلا زیادتر از حد دینای رو دینای کنه، اما الان یه مقداری دوباره اینو باف کردن دیگه، چون اینو ضعیف کرده بودن. الان کیرو هیرو کیل 5 تا اضافه میکرد، الان 15 تا اضافه. لینا رو خودت بگو تخصصت. من نفهمیدم لینا چیه. میگه هر 150 تا دم یه اینیتی داره، اسمش کومبوس جونش چیه. خب گفته هر 150 دمیجی که میدی مسکت، بعد یه سری دمیج گفته که میدی به یاره خودت. من فکر کردم یاره، ولی به چی میدی؟ نه هر 150 تا دمیجی که به یه نفر بدی خب اون یارو اوورهیت میشه، داغ میکنه، مثل آیفونت که تابستون میبری بیرون اوورهیت میشه. همین الان داغه این ی... آره یارو اوورهیت میشه. اگه تو ایوی 400ش یار باشه بر اساس لول لاگونا بلید تو 10 20 دی 40 تا دمج به دور و بریاش میده. یاراش داده، من فکر کردم به یارای من میده. من فکر کردم به یارای من میده، ولی ریدم دیدم الان دمج زد. فقط هم اونه صاحب کو، فقط لاگونا. آره نه کلنه، نه دیگه با هر دمجی به یارو بدی، من میگم فقط با لاگونا لول اپ میشه. ببین بعد کانتر هیروهای ایلوژن، یعنی ببین به همه ایلوژن ها هم این اتفاق براشون میفته، به دور و بریاشون دمیج میدن. ببین مشکل این هیرو میدونی چی بود؟ این بودش که الان مثلا میخواستن یه دونه ایلوژن دار بکشن، وقتی که داشتی فیزیکال بازی میکردی خیلی بد بیلت عوض میشد، اذیت بود اصلا هیرو. الان یه همچین چیزی در میاد. حالا من دارم خیلی دیگه زیاد بیمندم، بذار ببینم یه اولتی بخوابم. خیلی بد میزنه، بازم حالا شارژش مکس نشد. آقانیم بزنده، حالا آقانیمش چرته با این بیلش نمیزنه، ولی من فقط میخوام اتک بدم ببینم چجوری میزنه. بقیه رو خیلی بد میزنه. نایس، اصلا دیگه بدناک. همین امروز لینا میرم، همین الان بعد این یه لینا میری با هم هم میریم. بریم تو کس داری؟ ساعت 3 اونم معلوم نیست، چون پچ اومده نریمان استوری گذاشت گفت اگه تیما بخوان چیز کنیم، نمیدونم بعدن بگیریم، هفته بعد بگیریم ادامه مسابقات و این حرف. بریم پس هم یه لینا بشه.
خب حالا بریم ادامه داستان. اوه حاجی یه عالم هیرو مونده، بذار سریعتر بریم جلو. لاین که تغییر عددی کرده، لوندروید اگه لوندروید پلیر باشی به دردت میخوره، اون دوتا فصلتو داره با یه تغییرهای کوچیک. یه دونه فصلت جدید بهش اضافه شده که اجازه بدی توضیح ندم. لونا رینیم یه تغییرهای عجیب مریب، یه اینیت ابیلیتی جدید داره که لول اپ نمیشه، یه اتک دمیجی میگیره بر اساس چی؟ هیروی که بغلش باشه. گرند وان اتک دمیج پل لول تو لونو انالیتی رو. او هر چقدر لول بر اساس لول خودش و یارهای دورش اتک دمیج میگیره. 400 چه جاله؟ فلان یه ابیلیتی جدید هم بهش اضافه شده. او اینو ندیده بودم اصلا. آه این همون شارد قدیمشه. همونه. آره همون که میچرخیده. یه آیکون جدید بهش داده. یه فصل جدید به لایکن دادن. لونا ولی نرف بود. حالا شاید بهتر شد. چهار تا. چهار تا گرگ اضافه میشه به جای دوتا. مگنوس ریورس ریورس پولاریتیش. چی؟ اسکیورش دیگه خیلی بیشتر تو اون ریورس ریورس پولاریتی دمیج میده. مارسی بادیگاردش تغییر عددی، مدوسا ریووک شده و یه سری چیزهای جدید کلا بهش اضافه شده. فاست مانا پکت کلا ریموف شده. یه فاست جدید بهش دادن که میگه هر فیفت اتک، نمیدونم منظورش از فیفت یعنی 50 تا اتک یا 5 تا اتک، یه استکی رو انمی میندازه که اسلوش میکنه، اتک اسپیدش رو 35% کم میکنه و 35% اسلو میکنه، 80 تا اتک اسپید کم میکنه، کست اسپید کم میکنه واسه 1.5 ثانیه و مودیفایر حساب میشه روی اسپلیت شات. بعد مانا شیلدش هم داره، میستیک اسنک هم داره، یه ابیلیتی جدید هم داره به اسم گورگونز گراسپ که به صورت رندوم مثل اینکه به یه سمتایی تیر میزنه. میشه اینو تست کنید؟ دیدم همون تست میکردم به صورت همچین رندومی نیست، مثل این فیلم ها رو دیدی مثلا یه کماندارای پشت بودن اینجور رندوم میزنن تیر میزنن، اینا رو دیدی اینجور تیر میزنن؟ آره آره یا آسمون تیر میزنن. آره میزنی و روت میشن و دمیج، من نمیدونم شاید دمیج ندارم اینجوریه، بذار حتی لیولش یکه. سب کن دمیج خود یارو نی. نمیدونم. به نظر قوی میاد. من اصلا هیچ چیزی نسبت به این اون بافه که میگه رو ببین تو اون فست وناموس ولی فست جدیده، ببین اون بافه با چند تا اتک میفته رو انمی. با اتک بده به کسی. آها یه رندوم رندومه. یک نوشته every fifth attack. پنج. آره یه باف داد که مومنت اسپید کم کرد، 80 تا اتک اسپید کم کرد، کست اسپید هم کم کرد واسه 1.5 ثانیه. تایمش کمه ولی ایمپکتش زیاده. میرانا تغییر عددی، مانکی کینگ تغییر عددی، مورتا اون افرندای قوی شده، نمیدونم بازی کرده بود یا نه. مورتا یه گلی میذاش رو زمین، هر موقع که میمرد زنده میشد از همون گل ظاهر میشد و توی حالت شیشش هم ظاهر میشد واسه چند ثانیه. الان اونو قوی تر کردن، هر جایی که افرنداتو بذاری رو زمین تو ای او ای 450 اون باشی مثبت 15 25 35 45 تا اتک اسپید هم میگیری اگه دور اون افرندا، یعنی اون افرندا رو میذاری یه جایی که فایت داری میکنی. خوبیش اینه که اگه مثلا تو فایت های مهم بازی اونو میکاری دورش فایت میدی، اگه بمیری درجه وای بک میکنی بالا سر همون افرندای با شیشت ظاهر میشی، این یه جور باف حساب میشه. ناگاسایرن عددی تغییر کرده، نیچر پروفیت یه خورده عددی تغییر کرده، نیکس اساسین اون مانابرنی که بود بهت میگفتم باگی اگه بلید میل هم بخری مانای انمی رو کم میکنه، اونو درست کردن تغییرش دادن. اون اینیتش بود که انمی ها رو میدیدی. خب این الان داره میگه تو رنج 350 انمی هایی که تو فاگی باشن هم به تو نشون میده، یعنی حتی اگه مثلا تو ویژن نباشن انمی رو واسه تو ریویل میکنه ولی دیگه این ویزا رو نمیبینی. اینم خوبه ولی اون این ویزه خیلی اوورریتد بود. آره خیلی خوب. اوگر مجای یه تغییر عددی، امنی تغییرای زیاد که هنوزم اینجوری که دلمون بخواد نیست.
اودی گفتم، گفتم اومنی گفتم، اودی هم که خیلی تغییر عجیب غریبی اودی نکرده. خیلی با تننت 20ش 2% که الان 1.5 اون نیم داشت من درصد رفتم نگاه کردم دیدم دارن اینو باف حساب میکنن، نمیدونم چه جوری. یعنی چی باف حساب میکنن؟ 2% آن شاید چون کست رنج تالنت بیشتر شده مثلا دارن باف حساب میکنن. بالا یه چی شده؟ آها کست رنج اون لول یه دونه تالنت داره 15 که 15 1.5 چیز میکنه مهم تثبیت میده، اونو دیگه احتمالا نمیگیرن وقتی اینجوری شده. این کست رنج که 120 بود 100 بوده شده 125، خب الان خیلی بیشتر شده نسبتا، کلا کست رنجش زیاده ولی نمیدونم یه بازیایی به درد میخوره دیگه. پنگولیر عددی نرف شده، فانتوم اسیسیم خیلی تغییری نکرده، فانتوم لانسر اینیت جدید داره که لول اپ نمیشه، آیتم زد گرانت بونوس دمیج، این سید گرانت بیس دمیج فور 65% اف دی اوریجینال بونوس دمیج امانت. یعنی چی؟ یه اتفاق جالبه که افتاد اینه که کامرام قطع شد. اوه حاجی لنسر فکر کنم خیلی قوی شده، میگه آیتمایی که دمیج بهت میدن 65%ش میره رو بیس دمیجت. ببینم یعنی رو ایلوژنات هم تأثیر میذاره سینا رو براش دیدارس بگیری. همونو خواستم یا علی خیلی قوی میشه. اصلا رو مثبت نمیره نه؟ چرا میره ولی 65%ش بیس دمیج حساب میشه. راجی اصلا رو مثبت نمیره چرا؟ شاید باگ مای خوردی بابا این هاش دیگه. الان هر کی باش بیچی بگیری آیتم به دمیج واسه این سگ بیارم اینا رو مثبت میره ولی واسه این رو مثبت نمیره. خوبه دیگه، بافه دیگه، خوبه که میفته رو ایلوژناش دیگه الان. آره دیگه ولی خب ایلوژناش یکم ضعیف کردن ها اینجوری نیست که باقو باشه. اینکس تغییر عددی، پرایمال بیست تغییر خاصی خیلی به اون صورت نکرده، حالا اون پولورایزه اون ای او ای یه مقدار تغییر کرده، پاک اون کرو بالش که ایشی نمیگرفت الان نشون میده اون موو قراره چه جوری باشه، موو اون اوربتون. پوگینا یه سری تغییر عددی، کوین تغییر عددی، ریزور تغییر عددی، ریکلیپ که یه مقدار ضعیف شده بود اون تریکس اف تلیت اگیلیتیش 4 ایکس میشد تو یکی از فاستاش میشه 4.5x، فارمش قوی تر میشه. روبیک تغییر عددی، سند کینگ خیلی تغییر کرده، داست دویلش که ریده بودن توش من دیگه نمیتونستم پیک کنم و دوباره قوی کردن، اما آقانیمش دیگه اون استانا رو تو دوت نمیزنه، آقانیمت روی اپیسنتر اولتی تاثیر میذاره، اینجوریه که اون استینگره لول 3 تونو توی اپیسنترتون به مقدار زیادی یوز میکنه. حالا ساده است اگه از روش بخونید. شادو دیمن تغییر عددی، شادو فیندو میسپرم به خودت دوباره. چقدر بد زد با این استرینگره، هیچ رندوم میزنه؟ فکر کنم هر چند صدم ثانیه دو سه تا میزنه بعدم میزنه. میگه ببین چه تغییر خاصی نداره، یه دونه اینیتشه که میگه هر ببین هر چیزی که میگرفتی کلی که میگرفتی یه دونه به اون اضافه میشد به مکس اون. خب مکس سوله الان چی میخوری میخوره؟ میگه هر هیرویی که بکشی مکس سولت یه دونه آنتیل شادوفین دایز. به چی؟ وقتی شادوفین بمیره چی میشه؟ تا وقتی که بمیری، بمیری میپره. خب قبلا هم همین بود. آها شاید الان یه دونه کم میکنه اون بیشتر کرد. نه این رفته رو فستش، اون موقع این ایتش بود رو هر دو تا فست بود، الان روی این فسته فقط این اتفاق برات میفته. آها نمیدی؟ آره خوشون همین بود. آره تو حالت عادی الان دیگه اونو نداره، یه مقدارم به صورت معنوی نرفش کردن. شد و شمن اون فستش که یه دونه وارد گنده میداد 7.5x بود جونش، الان 10x جونش. چون چرت بود اولش، فقط یه مار گنده زدن همه حال کردن بعد دیدن واقعا چرته، ولی الان دیگه شاید مثلا خور بهتر بشه. تنها کسی که پیکش میکرد سامان بود، قوی بود خدایی، ولی خب اون یکی خیلی بهتر اون چیزه رو نداشتی. آره سایلنسر عددی
اسکای عددی، اسلاردار عددی، اسلار که یکم قوی شده، هم تلنتاش هم سه تا بیس دمیج زیاد شد، کم نیست بچه‌ها فکر نکنید چیز کمیه، سه تا بیس دمیجش زیاد شده. اسنفایر کوکیش قوی شده، لیر شردرش همونجوری که انتظار میرفت نرف شده. اسنایپر اتک رنج بیشتری میگیره بر اساس اینیتش و شرپنلش، 5 تا دمیج بیشتر میزنه هر لول. اسپکتر یه مقداری قوی شده، امیدوارم برگرده تو بازی. اسپید بریکر چی شده؟ میگه که چارج آفت دارکنرسش، بونوس موبت اسمیدش Always the max. این همینجوری تو مخ بود، یعنی الان باز قوی تر شده. اسنایپر ماجیکال شده دیگه حاجی. یعنی چی ماجیکال شده؟ چیزی که عوضش کردن اینه که اون تلنتشو برداشتن. تلنت چی بود؟ 100 تا اتک رنج رو به جاش 30% شرپنل دمیج دادن. آره ولی خب داداش روی اینیتش دستا میگیره دیگه، مگه چقدر فرق باشه؟ 40 تا دونه رنجش هم شده نه. که تازه زودتر هم بهش میرسه. شرپنل رو قوی کردن، کاری به اون ندارم. اوکی میدونم، میگم اون تلنته رو از روش برداشتن که 100 تا میداد، ولی الان آلردی خودش 60 تا بیشتر اتک رنج میگیره به خاطر این ایدش. متوجه چی شد؟ آره کدوم داشتی؟ تو اونو مجبور بودی با تلنت بگیری، الان تو رو این ایت 60 تا یا اون 100 تا رو داری، میتونی اصلا تلنت اونوریشو بگیری. استورم اون شب فهمیدی؟ استورم روی این فسته که میگه دمیجی که انمی بده رو اگه تو ورتکسش کنی برمیگرده به خودش. بابا این اینقدر آیتم دارن، اینا رو من ریموف کنم. من یه باش تو دمایره یه سیر آدم رو بردم خیلی دمیج ده. شادوفین اسون هم که ساپورتش مثل سگ باف شده بود، یه کوچولو ساپورتش رو نرف کردن. برگشت تکیز، اون فرصتش بود که سینا باش ویدیو گذاشته بود، هر یه دونه اتک سپیدی که میگرفت رنج بهش میداد، الان دیگه رنج نمیده، پروژکتایل سپید میده، اتکاتون سریعتر به انمی میخوره. آره اتکش بر میگره به خودش یا اول فصل دیگه. قدیما یه دونه اوورلود میزد وقتی که اینو میگرفتی، میرفتی مثلا لای 5 نفر. بذار بهتون میگم چه اتفاقی میافتاد. مثلا فکر کن حالا این اسفا هیرو بودن، خب شما میمدی اینجا یه آقانیم میگرفتی با یه شارت، با تمالا لبلت بالا بود دیگه، میمدی اینجا اینا هم دیواین بذار بگیرن. حالا همشون نه، برای همه دوتا بسته لبل اپشون هم میکنم. میمدی یه دونه این حرکت رو میزدی، میزدیشون، حالا اینا اگه اتک بدن به این اتفاق واسه شون میفته. یا ابوالفضل، حالا تو نهیدی چه اتفاقی افتاد ولی پشمام سوید باشه. استورمو حتما تو قضیه هم میزدم تست بکنیم. تی ای اینجوری شده که به عنوان اینیت تایم اسپان ایجیز رو میدونه تو کل بازی. اتفاق روشن، یعنی اون تایمی که روشن مرده اون تایم ها خودش میدونه که از قبل کی قرار روشن اسپانشن. این از این کجا میدونه؟ او مای گاد، سب کن سب کن سب کن، اینا ها شش. آره این چیزی که من دارم بچه تو اون اپلیکیشنه که میگه روشن کیه، وقتی که اینو میگیری با تی ای دقیقا همون میاد رو صفحه اینا ها شش. پشمام دقیقا میگه کی روشن میاد. بعد اون ترپایی هم که میذاره رو زمین مثل کوریره، با یه هیت هیروی میلی نابود میشه، دو تا هیت رنج و 4 تا هیت کریپ. خب قدیم چی بود؟ بعد اتک رنج ترور بله، آره قدیم کلن دوتا میخورد. نه کلن یکی نبود. مطمئنی؟ آره یه دونه. نه بابا دوتا بود که یه هیت میدادی یارو میترکوندش دیگه، تی ای پلیر ها نمیذاشتن هیچ موقع اونو بترکونی. ترور بلید اتک رنجی که میگرفت با متاش 50 تا زیادتر شده، بافه کولان رویج کمتر شده تو لبل های آخر. تیمبرچین اون یکی فصلتش که اسلو میکرد به جای 7.7 ثانیه 1 ثانیه اسلو میکنه، شاید الان یه مقدار پیکش کنن. تینکر ساپورت باف شده، تاینی مثل سگ نرف شده،
هم ردیوس بالاخره. تاسش کم شده، هم دمیج تاسش کم شده، هم دمیجش که با شیشش زیاد میشد کم شده، دمیج تلنت آوالانچش هم کم شده. ترینت عددی، ترول تقریبا عددی، تاسک اون یکی فصلتش کم قوی تر شده. آندرلورد یه سری تغییر عجیب غریب زیاد کرده که فکر نمی‌کنم خیلی چیز خاصی باشه. آندینگ با رفرش دیگه اون که میمور زنده میشد اون رفرش نمیشه. اورسا اون بیره که چی میگن تأثیراتت رو انمی بیشتر میموند عددی تغییر کرده. ونوم بیس دمیجش، آره ونوم بیس دمیجش دوتا کم شده. وایپر اینیتش تغییر کرده. هر اتکش یه سری دمیج فیزیکال بر برقت رفت بکنم. علیرضا رو دست دادیم. وایپر داشت میگفتش که خدا رو شکر من هیچ کدوم این هیرو هارم بازی نمی کنم، هر کدوم اینا رو دارم میبینم انگار دارم یه گیم جدیدی رو میبینم. مثلا وایپر اینیت جدیدش، اینیت قبلیش خب چی بود؟ فکر نکنم چیز خاصی باشه. ویسج که تا حالا کلا بازی نکردم. بریم به سمت پایین. فاست ریموف، این کدوم فاسته که ریموف شد؟ دو تا فاست داشت که یکیش به صورت کلی کم میکرد، چیز بهتون بریر میداد، یعنی چه فیزیکال چه ماجیکال. یکی دیگه بود فکر کنم فقط فیزیکال، فقط ماجیکال بود. نمیدونم بذارم این الان چیه. خب وقتی ریموف شده ما میتونیم ببینیم چیه. سیم فلان. این همون یکی فقط ماجیکال بود، فقط ماجیکال بریر میداد بهمون، اون حذف شده. فکر کنم همون قدیمی هست. این فصل جدیدش اینه که رو دو مونه. حالا چیکار میکنه؟ یه دو بزنیم ببینیم چی میشه، بعد بخونیمش هیچ اتفاق نیفت. خب ساعت دارم توضیح میدم، میبینم دیسی شدم. زحمت کشیدی. از کجا رفتم؟ فکر کنم داشتی وایپر میگفتی. وایپر چه خاصی میداشت؟ وایپر گفتم اینیتش اینجوری شده که بر اساس لولش فیزیکال دمیج میزنه به انمی با هر هیتش. بیزش خیلی قوی شده. در واقع یه فست داشت. وای همه اینا رو توضیح داده بودم. خب مثلا بیزش در واقع یه فست داشت. آره. اسکیپش کم نبودی. خب بعد قوی شده. کلی بگم وید اسپریت یکی از فاستاش ریموف شده، یه فاست جدیدش بهش جدید بهش اضافه شده. وارلاک عددی، ویور دیگه اون جمینی اتکش روی اینیتش نیست، اما هر دفعه که لول کست کنه 50 تا اتک رنج میگیره واسه 70 ثانیه، واسه 7 ثانیه. وید اسپریت ماجیکالش رفتش، اون فاستی که نسبت به ماجیکال یارو بد بری میداد، ولی این فاست جدیدش نمیدونم چیکار میکنه. ست پورتال دیگه من نمیدونم، مگه چند میلیارد تاشو فکر کنم بیشتر میکنه. آره دیگه خب سه تا بود، نشه سه تا بیشتر میکنم، اگه چند تا بود؟ کم بود دیگه، بگم شارت مورد باید میخریدی بسش زیاد میشد. نه آره. یه همچین حالت یه کاری میکردی یا تلنت میگرفتی زیاد میشد. ویشتاکتر اون فسط بودوش سلف هیلش بیشتر شده در واقع. ریسکینگ هم لایف استیلش عددی تغییر کرده. تموم شد. تموم شد، خوشحال شدیم. خیلی طولانی شد. ساعت چنده؟ یک ساعت شد بچه. واسه این چیزا خیلی انرژی میگیره، من نمیدونم، من یک ساعت گیم اونقدر انرژی بهم نمیگیره که میام اینجا پچو میخونیم یا چیز. خیلی سخت. حالا من که اصلا خیلی کاری نکردم ولی مرسی چر خورد. مرسی که تا تهش دیدید بچا. هیروهایی که الان میخوام برم استورم و اودی، استورم اودی نه استورم و لینا، که ببینیم لینا چه جوری شده. احتمالاً لینا اگه خیلی باگ باشه یه چند تا ویدیو مختلف ازش میاد دیگه، چون اون چیزی که من دیدم خیلی بد میزد. مرسی تا نشید. بوس به کلتون. شرمنده که کامرام قطع شد. فعلا خدا نگهدار.